اخیرا رصدخانه مهاجرت نظرسنجی رو انجام داده که نشون میده 43% از فعالان استارتاپ مایل هستن که از ایران مهاجرت بکنن. به نظر شما علتش چیه که با وجود تمام حمایت ها خیلی به چشم انداز خوشبین نیستن؟ یه نکته که من میخوام بگم، اگر ما از پیمایش ها و یا از تحقیقات بخوایم بیایم یک نکته از هزاران نکته رو بولد کنیم، چیزیه که در ابتدای همه پژوهش ها نوشته میشه که برداشت مقطعی نباید از این موضوع کرد. رصدخانه ملی ایران که شکل گرفته در دانشگاه صنعتی شریف، مجموعه گزارش ها و رصدهایی رو به جامعه ارائه میده که متاسفانه افراد میرن اون بندی رو یا اون بخشی رو که متناسب با اهداف خودشونه برمیدارن و اونو میگن. اگر در کلیت موضوع ما نگاه کنیم، ایران هیچ موقع جزء کشورهای مهاجر فرست نبوده. ما اگر رتبمون رو به استناد همین رصدخانه ملی مهاجرت نگاه کنید، معمولا بین رتبه 20 تا 25 در دنیا در واقع قرار داریم. اما بله، مهاجرت الان یک کار عمومی شده در همه کشورها، چه کشورهای پیشرفته چه کشورهای در حال توسعه. اگر قرار مهاجرتی صورت نگیره، این اتفاق اصلا شدنی نیست. معمولا افراد، انسانها به انگیزه های مختلف مهاجرت های مختلفی میکنن. ما هم موافق این هستیم که مهاجرت صورت بگیره، اما این مهاجرت باید هدفمند باشه. مهاجرت باید با برنامه‌ریزی دولت‌ها، مردم، نهادها و سازمان‌ها باشه و در نهایت بعد از مدتی دوباره برگرده به اون کشور مبدأ. در خصوص این سوال شما، من می‌خوام بگم اگه قرار مهاجرتی صورت نگیره، باید اون زیست‌بوم کارآفرینی در کشور شکل بگیره، چیزی که الان معاونت علمی به دنبال اونه. در سوال قبلی من به شما عرض کردم که ما باید جا، مکان و فضایی ایجاد کنیم که فرد با انگیزه بتونه احساس رضایت و شدن و مؤثر بودن رو در اون درک کنه. خب اگر ما تولید نیروی انسانی در دانشگاه ها رو داریم، مثلا اینا دارن در حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ، هنر، فنی، مهندسی تحصیل میکنن، اگر به محضی که فارغ التحصیل میشن بیان تو جامعه و ما به ازای کار اشتغال و مؤثر بودن رو نداشته باشن، حتما به این فکر میفتن که از محلی که قرار دارن به محلی که این امکانات در اختیارشون قرار میگیره مهاجرت کنن. این مهاجرت متاسفانه میتونه از جاهای کمتر برخوردار، شهرها و روستاهای کوچیک به شهرهای بزرگ صورت بگیره، یا از شهرهای بزرگ به کلان شهرها و پایتخت که معمولا انجام میشه، یا حتی در کشورهای اروپایی از کشورهای کوچیک و کمتر برخوردار اروپایی که عمدتا حالا ما به اروپای شرقی میشناسیم به کشورهای بزرگ دارای اقتصاد برتر در اروپا که مثلا کشورهای حوزه آلمان و فرانسه میبینیم مهاجرت صورت بگیره. اگر قرار کاری اتفاق بیفته، این باید در مبدأ این کار انجام میشه. کارهایی که معاونت علمی طی این سالها انجام داده، از طریق ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق، کارخانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، در راستای همین موضوعی که بتونه به نگهداشت نیروی انسانی در مبدأ خودش توجه کنه. من یه آماری هم خدمت شما میدم که همین رصدخانه ملی ایران اعلام کرده. ما در سال گذشته 3500 نفر از فارغ التحصیلان 100 دانشگاه برتر دنیا رو از طریق برنامه بازگشت به ایران برگردوندیم و اینها یا اومدن هیئت علمی شدن، یا اومدن استارتاپ های خودشون رو شکل دادن، یا در دل همین شرکت های دانش بنیان خلاق مشغول به کار شدن.